سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال رد بازی. ما قرار با هم دیگه دومین قسمت بازی خیلی 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 خفن The Wolf Among Us رو تجربه کنیم که با قسمت اولش رو به نظر اونطوری که از کامنت دیدم خیلی خیلی خوشتون اومده بود و خب میریم که قسمت دوم رو داشته باشیم. یه ایده به ذهنم رسید، حالا تو کامنت ها بگین که این ایده رو دوست دارین یا نه، بازی رو تا یه جایی بریم، چون فقط فکر کنم یکی دو تا قسمت صحنه داشته باشه بازی، صحنه بالا مثبت 18 و تا اون قسمت شو به نظرم اصلا اینطوری بریم قسمت قسمت بریم، بعد که اون قسمت تموم میشه یه استریم بذارم مثلا 3-4 ساعته قشنگ بشینیم با هم بازی کنیم، اینطوری فکر کنم بهتر باشه، بیشتر به چسب و بیشتر حال بده. نظرتون چیه؟ نظرتون رو کامنت کنین بچه های گل. خب حالا دیر وقت شده جناب کلانتر برگشت که اتاق استراحت کنه و این کفشروشی کفشروشی سیندرلا است. عجبا عجبا سیندرلایی که کفشش گم شده بود حالا اومده تو نیویورک کفش فروشی زده. باریکلا. خب این دوربر قشنگ بگردیم که این بازی خیلی چیزای مخفی زیاد داره به نظر. آپارتمان های لاکچری وودلند، جایی که ما زندگی میکنیم. بریم تو ببینیم چه خبره. استیل کولی داره داداشمون، دستش تو جیب، خوشتیب، چارچونه، قوی هیکل. اوهو یه چیزی تکون خورد، از موهاش معلومه دختره، قرمز پوشیده، شاید شنل قرمزی باشه. مجبور نکن بیام اونجا، بیا بیرون و از چمنا بیا بیرون. بهش گفتم مجبور نکن بیام اونجا. ببین من یک ساعت باید کاغذهای اداری رو انجام بدم و حوصله ندارم با یه عوضی دیگه، با یه عوضی امشب وقت تلف کردم، حوصله ندارم با یه عوضی دیگه هم باشم. بهش گفت بیوری فکر کنم چیز باشه، دیو دلبر، زیبای خفته، نه دیو دلبر، بیوری کدوم بود؟ دیو دلبر بود دیگه. آره یه دلیل دارم برای این کارم. گفت چرا قایم شدی وقتی اومدم اینجا؟ نمیدونستم کی بوده، این روزا نمیتونی خیلی چیز باشی، مواظب باشی. لعنتی دیرم شده. کجا دیرش شده؟ اصلا اینجا چیکار میکردی تو؟ لطفاً بیگ بی. آره دیو و دلبره، دلبر مال دیو و دلبر. میگه قول بده که به دیو نمیگی که منو اینجا دیدی، زندگیمو خیلی آسونتر میکنی اگه بهش نگی چیزی. منم گفتم باش چیز بهش نمیگی. قول میدی؟ آره قول میدم. مرسی بیگ بی، بعدا همه رو برای توضیح میدم ولی الان باید برم. عجیب بودی خورده، مشکوک بودی خورده. بازم تشکر کرد و اون بالا هم نوشتش که بیوتی قدردانی میکنه از کمک ما و خودش هم الان قدردانی کرد. یه گزینه هم داشت که بگی مثلا به ما ربطی نره، من نمیخوام دخالت کنیم تو این موضوع، بهتر بود به نظرم اونو بزنم چون مسئله زنوشی رو کلن دخالت نکنیم بهتره. از قدیم گفتن زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن. نه بله دیگه، بله اینم از سکیورتی گارد آپارتمانه که هفت پادشاه رو داره خواب میبینه. یه مدتی گذشته از آخرین باری که پست اومده برام، میل اومده برام، هفتمین روز پشت سر هم که هیچ پستی براش نیومده. اینا همه رو میتونیم بیایم بگردیم یا بهشون دست بزنیم مثل این، یا یعنی اینکه میتونیم بیخیال شیم بریم یه راست مثلا طبقه بالا بگیم بخور. خب میتونیم بهش نگاه کنیم یا میتونیم صداش بزنیم. ای بیداری، داشت خوابه. این اینقدر بدم میاد وقتی خوابی یکی میاد میگه بیداری، داشت خوابم، چشام بسته است، خوب پف کنم بدیم پرسی بیداری. اسکل. خب عجب
لیست تمام کسایی که اینجا زندگی میکنن بود، که یه سریاش تقریبا فکر کنم نصف لیست یا یک سوم لیست نوشته پرایوت، خصوصی بود، اسمشون رو مشخص نکرده بود. خب بریم سوار آسانسور. این کیه؟ چه هیکلی داشت بیگ بی؟ سب کن، زنمو ندیدی؟ اه این دیوه، این دیوه. خب میتونیم بهش بگیم که به ما ربطی نداره، ندیدمش، یا دیدمش، یا سکوت کنیم که من بگم ندیدمش، چون قول دادم دیگه، مجبورم من بگم ندیدمش. اوکی، عذر میخوام که مزاحمت شدم. لعنتی، یه خبرایی هست، یه اتفاقی داره میفته. و رفت، به ما اعتماد کرد، دمش گرم، نباید این کارو میکرد. خب حالا اومدیم تو آپارتمان اون دیگه، قاعدتا باید آپارتمانمون باشه، اتاق 204. آره آپارتمان بیگ بی، فیبل تاون. خب تلفنش هم مشغول کرد که کسی بهش زنگ نزنه مزاحمش. یه کاش یه پنجره رو باز میذاشتم، هوای خفه‌ای داره اتاقش، خونش ظاهرا. بله صابون بزن خب مرد مومن. عجب شبی بود، واقعا عجب شبی بود. خب یخچالش واقعا غذای فست فود داره با آبجو اینا. میگه اصلا چرا یخچال گرفتم، واقعا کاش یخچال کوچیکتر میگرفتم. میگم که یخه که خالیه. زندگی مجردی سخت دیگه. فایل بلو بیرد، ریش آبی. ریش آبی هم یک کاراکتر افسانه، داستانش رو دقیق نمیدونم، ولی هیچ وقت بهش اعتماد نکردم، هیچ وقت بهش اعتماد نداشتم، همچین چیزی گفت. غذای چینی داره روی میزش، میگه اصلا یادم نیاد که اینو سفارش دادم و احتمالا نشونه خیلی بدیه، یعنی انقدر مونده که یادم نیست که سفارشش دادم. اینم کالینه، کالینم یه کاراکتر افسانه‌ایه، یه خوکیه که حرف میزنه. ای کالین بیدار شو، خورو پفی میکنه. سلام بیگ بی. آخ گوشم نرفت، تو صندلی نشستم. و بهش میتونیم بگیم یالا خستم، آره بلند شو، یا فقط همون یک دونه صندلی است. بهش گفتم خستم، اتحانا چون که بوش میاد تخت خواب ما همین صندلی است، مجبورم بلندش کردیم دیگه. چه لمی داد. سیگار داری؟ مرسی، یه چند هزار تا دیگه از اینا که بدی مثلا خرج اون خونه ای که به بدهکاری رو میدی. خونه بدهکاری مثل این که بشه. و اینطور که بوش میاد اینو فرستاده بودن توی اون مزرعه، چون که چیز استفاده نکرده، گلمر استفاده نکرده، و حالا گفتش که منو نفرست اونجا. منم قبول کردم، باش مهربون بودم، گفتم باش نمیفرستمت. میگه خونه اون خودش منفجر نشده، مثل این که ما خونهش رو منفجر کردیم اینطوری که بوش میاد، به واسه آتیش سوزی خونش شدیم. و میگه کمترین کاری که برام میتونی بکنی اینه که یه قورت از اون نوشیدنیت به منم بدی.
که منم محلش ندادم، خودم یه قورت خوردم. Nice. I take it all back. This is why گفت تمام حرفای خوبی که راجبت زدم و پس میگیرم، این رفتارت که مثلا باعث این میشه که همه ازت متنفر باشه. So, everyone hates me. اه همه متنفرن از من. I'm just giving you shit. نه دارم باید شوخی میکنم، دست میندازم. Clearly that is not true. What with the selfishness with the bourbon. But no, hates the wrong. تنفر کلمه اشتباهیه، اونا بیشتر ازت میترسن. میگه اون قدیم مدیما خیلی آدم رو خوردی. میگه من فکر کردم ما اومدیم اینجا که یه شروع تازه‌ای داشته باشیم همون. و کالین هم گفتش که ولی خب حافظه مردم رو نمیتونی ازشون بگیری. یه به دستات نگاه کن، همه رد مشت و درگیریه. میگه با کی دعوا کردی؟ با یه موجود افسانه‌ای؟ مطمئنم دورور نمی به چرخی انسان رو بزنی. اینم گفت تقصیر من نبود. فهم کنی شغل من آسونه که یه عالم از این موجودات افسانه‌ای رو از کشتن همدیگه باز دارم؟ همچین چیزی فهم کنی چیزی این کار انجام میدم؟ با این که با بزرگ بودن و ترسناک بودن یا بد جنس بودن مثلا. این هم گفت اینجوری صحبت نکن، آبروریزی میکنی و آبروم رفت. که مطمئنم هر کسی که امشب دیدی باش بعد رفتاری کردی. این هم بی بی هم گفت نه، همشون نه. و گفت اسم یکیشو بگو که ما میتونیم سه نفر رو اسمشون رو ببریم، یا بیوتی رو بگیم، اون دلبر رو بگیم، یا اون وزغه رو بگیم، یا اون دختره که روبان داشت دور گردنش که اسمش اصلا یادش نمیاد. بیگزی اسمش اصلا نمیدونه. And we live a long fucking time. I know you like this whole lone wolf thing you got going for yourself. But I've seen the way you look at Snow, okay? You're not fooling me. خب مثل اینکه بی بی از سفید برفی خوشش میاد و کالین میخواد راضیش کنه که مخشو بزنه و از این تنهایی در بیاد. یه بس دو روز نخوابیدم، از طبق دوم خونه افتاده، دو ثانیه میخوام بخوابم بعد از اینکه دوباره بیدارشم برم سر کار. یه اگه اینو بهت بدم میذاری بخوابم؟ آره آره احتماله. خب یا میتونیم خودمون بخوریم بهش ندیم بازم، یا بهش بدیم بخور که بدین دیگه گناه داره. ممنون بیگ بی. بیگ بی چه لیسی میزنه داشتون. تازه چشامونو بسته بودیم بابا، زندگی سختی داره بنده خدا، ولم نمیکنه. شنیدم دیگه. اوه سلام عزیزم. ای سفید برفی، این سفید برفی بچه گفت با من بیا. چه اتفاقی افتاده سفید برفی؟ سنو برف برف صداش میکنه دیگه. آروم برو، چه اتفاقی افتاده؟ کجا داریم میریم؟ فقط آروم برو. نه تو سرعت تو بر بالا. بعد این که سلام، صبح بخیر یا شب بخیر. این که دیر وقت خیلی. خب این دیوارا خیلی نازکن، باید مواظب باشیم بیرون صحبت میکنیم. همون دیوار موش داره، موش هم گوش داره، خودمون منظورش بود. یه اتفاقی افتاده که نمیخواد جلوی کسی بگه و جایی بگه که ممکنه کسی بشنوه. خب کیف بود؟ چی بود اونجا رو؟ آها یعنی چی میتونه باشه؟
باید برداریم اینو. بابا باریکل چه هیجانی. نه نه شیت، کله دختره رو کندن. این قسمت رو اینجا تموم میکنیم. آقا دمتون گرم، مرسی که این قسمت رو دید. نظراتتون رو حتما بگین. تا قسمت بعدی مخلصم، خدا نگهدار. لایک و کامنت و سابسکرایب به هیچ وجه یادتون نره. مرسی، خداحافظ.